با من مژگان عسقری از کوجارو همراه باشید تا سفری به توکیو داشته باشیم. توکیو، پایتخت ژاپن، در منطقه کانتو بر جزیره اصلی هونشو واقع شده است. بزرگترین منطقه ابرشهری توکیو دارای بیش از 35 میلیون نفر جمعیت است که آن را تبدیل به یکی از بزرگترین و هیجان‌انگیزترین شهرهای دنیا می‌کند. لرزیده شده توسط زلزله و زخم خورده از جنگ، این شهر چند صد ساله به زانو در نیامده. درست مانند خورشید، توکیو همواره برمیخیزد، جدید و قدیم را با هم در میآمیزد و آینده جدید را شکل میدهد. توکیو یک ماتریس شگفت‌انگیز از روستاها، شهرک‌ها و شهرهایی است که با سیستم مترو و قطاری که هیچگاه متوقف نمی‌شود در کنار هم قرار گرفته است. درست مانند نماد فرهنگی ژاپن، گودزیلا اندازه و انرژی توکیو میتواند تازه واردان را مرعوب کند. با این حال، علی‌رغم چراغ‌های نئونی، سر و صدا و صداهای مردم، روح توکیو با آرامش خاصی میتپد. نشانه های جامعه ژاپنی سنت، رسوم و احترام هستند. اینجا مکانی است که برای فرزندانش احترام قائل است. قدر بزرگ سالانش را می داند و با بازدید کنندگانش مانند میهمانان افتخاری رفتار می کند. توکیو شهر شخصیت های متعدد است. هنگامی که از ایستگاه مترو بیرون می آیید، ممکن است احساس کنید که وارد شهر جدیدی شده اید. با این حال، توکیو جامعه بسیار منظمی است و این امر خصوصا به دلیل محله هایش صحیح است. سفرتان به توکیو را به آرامی آغاز کنید. با معبد باستانی آساکوسا در قدیمی ترین معبد شهر سنسوجی به کانون الهه بودایی لطف احترام بگذارید. این معبد به عنوان جایگاه مجسمه طلایی این الهه ساخته شده. مجسمه‌ای که توسط دو ماهیگیر در قرن هفتم از آب گرفته شده. به معبد مجاور هدیه بدهید که برای گرامی داشته برادرانی که مجسمه را یافتند ساخته شده و ممکن است شما هم شانس خوب آسمانی بیابید. هنگامی که آماده ورود به خیابان‌های توکیو شدید، به سمت دروازه طوفان آساکوسا بروید و در ناکامیسدوری گردش کنید. بازار خیابانی که قرن هاست آبدان از آن مهره‌های مذهبی و خوراکی می‌خرند. پس از گذر از جمعیت در پارک اونئو استراحت کنید و سپس به سمت گنج‌های فرهنگی موزه ملی توکیو حرکت کنید. با اینکه یک پارچگی و سنت دو چسبی هستند که جامعه ژاپن را به یکدیگر متصل می‌کنند، جوانان توکیو نیز دوست دارند خودشان را ابراز کنند که این امر در هیچ کجا مانند اطراف هاراجوکو قابل لمس نیست. مکانی که در سرتاسر دنیا به عنوان مرکز فرهنگ و مد جوانان شناخته شده است. هاراجوکو همچنین جایگاه یکی از بزرگترین فضاهای سبز توکیو است. پارک یویوگی. محلی‌ها روزهای یکشنبه در این پارک جمع می‌شوند و استراحت، تجدید قوا و تفریح می‌کنند که در نتیجه این پارک 134 هکتاری تبدیل به شادترین مکان توکیو می‌شود. در شمال پارک یویوگی از زیر دروازه برجکدار عبور کنید و به جنگل 100 هزار درخت وارد شوید که در اصل از سرتاسر ژاپن به عنوان یادبود ارسال شدند. در نهایت از دروازه‌های اصلی معبد میجی عبور کنید. اینجا هر ساله میلیون‌ها نفر امپراتور میجی را عبادت می‌کنند. فرمان روای محبوب قرن 19 که به ژاپن در براندازی فئودالیته کمک کرد تا به کشور پویایی که امروزه است برسد. درست در جنوب پارک یویوگی شیبویا قرار دارد که جایگاه یکی از شلوغ‌ترین پیاده راه‌های دنیا است. هر ناحیه توکیو با ریتم منحصر به فرد خود می‌رقصد. ریتم شیبویا خرید است. در گینزا فروشگاه‌های بزرگ مانند واکوستور تاریخی انتظار می‌کشد. بعد از ظهرهای شنبه و یک شنبه خیابان اصلی برای وسایل نقلیه بسته می شود و گینزا را تبدیل به محیطی آرام و کمی سورئال می کند.
گینزا دارای جنبه‌های دیگری نیز هست. حتما به فروشگاه‌های کوچک یاکیتوری سر بزنید که میان تاخوی راه‌آهن ایستگاه یوراکوچو قرار گرفته. برای تنوع به منطقه اداری مرکز شهر مارونوچی سر بزنید که خیابان‌های مشجر و عریضش با بوتیک‌های شیک به توکیو حالتی نیویورک گونه می‌بخشد. اگر طرفدار انیمه، مانگا و یا بازی هستید، جایتان در شهر آکیهابارا الکتریک است. همانطور که از نامش مشخص است، این منطقه بعد از غروب بسیار روشن است. با درخشش آسمان در فروغ نئون‌ها به سمت رستوران‌ها و کافه‌های شینجوکو بروید. یکی از مناطق اصلی غذاخوری و تفریحی شهر. تا دیر وقت بیدار بمانید و به نورهای جادویی شب‌های توکیو اجازه دهید تا در حافظه‌تان ذوب شوند برای همیشه. پس از جستجو در جنگل نئون توکیو، به استقبال روز جدید در باغ‌های ملی شینجوکو گیئون بروید. ممکن است جوانان توکیو سن مرکزی پارک یویوگی را اشغال کنند، اما در این باغ‌های آرام، زیبایی طبیعت مورد تحسین قرار می‌گیرد. یک اصطلاح ژاپنی می‌گوید دامپلینگ از گل بهتر است. به همین دلیل، صرف نظر از زیبایی طبیعت، غذا حرف اول را می‌زند. توکیو یکی از پایتخت‌های آشپزی دنیاست. رستوران‌های این شهر بیش از هر شهر دیگری ستاره میشلین دریافت کردند. هنگامی که غذا خوب است، اهالی توکیو از انتظار ابایی ندارند. برای تازه‌ترین سوشی و ساشیمی به سمت بازارهای ماهی تسوکیجی بروید. سپس بعد از غذا چند چاقوی سوشی بخرید. هنگامی که زمان برخاستن از دره‌های شیشه‌ای و فولادی بی‌پایان توکیو می‌رسد، سوار آسانسور شوید و به سمت رصدخانه‌های برج توکیو بروید. برای نماد دید بازتر به سمت تپه‌های روپونگی بروید. از طبقه 52 برج موری، توکیو تا کوه فیجی، خلیج توکیو و ورای آن زیر پای شما قرار دارد. در سمت سواحل غربی خلیج توکیو، شهر یوکوهاما تنها یک مسیر نیم ساعته با قطار از مرکز توکیو است. این بندر تاریخی در سال 1854، هنگامی که ژاپن درهایش را به روی غرب باز کرد، تبدیل به دروازه ژاپن شد. در مقایسه با توکیوی بیش‌فعال، در این شهر جریان زندگی آهسته تر است که آن را تبدیل به بهترین مکان برای استراحت می کند. امروز ناریتا دروازه ژاپن است که اکثر مردم ناریتا را به فرودگاه بین المللیش می شناسند. با این حال، این شهر کوچک با خیابانهای مارپیچیش، معابد و باغهای قدیمیش، پنجره زیبایی به ژاپن قدیم است. از اوموتساندو به سمت معبد ناریتا سان بروید که مختص خدای آتش بودایی است و پیش از رفتن حتما در دیوار دعاها آرزویتان را ثبت کنید. چرا که چه دلتان جوان باشد و یا اینکه ترجیحتان با حالت قدیمی مسائل باشد، همه چیز در توکیو جایگاه خودش را دارد و یک جا انتظار می کشد برای شما. یادتون باشه مطالب جذاب ما رو از اقصانقاط جهان در وبسایت kojaro.com مشاهده کنید و در شبکه‌های اجتماعی همسفر ما بشید.